سرخط مهمترین های امروز. تمرکز به مبارزه با فساد اداری و غصب زمین. رئیس جمهور به والیان صلاحیت های بیشتر واگذار کرده است. در قسمت توجه به مسائل امنیتی ارزیابی قماندان های امنیت. دولت غرق در میان افراد غیر تخصصی. ساختار فرسوده نیاز به تازه شدن دارد. 90% کارکنان خدمات ملکی از تخصص لازم در همو رشته برخوردار نیست. تأکید امریکا و چین بر برقراری صلح در افغانستان. جان کری میگوید کشورش در این راستا بیشتر تلاش میکند. تر سوی چه طالبان پا دغه سیناست که گردون و نلری دغه سیناست و فکر نکنم چه در سوی لفر کار ورد. برام خدا سلام بر شما. به مهمترین ها از یک در شام پنجشنبه خوش آمدید. من داوود فجمن هستم. والیان شماری از ولایت ها می گویند که رئیس جمهور برایشان صلاحیت های بیشتر داده تا مبارزه ایشان را بر ضد فساد اداری و غصب زمین افزایش دهند. برخی از والی ها که با رئیس جمهور دیدار کردند وعده سپردند که در برابر فساد اداری غصب زمین و ارزیابی عملکرد فرماندهان پلیس ولسوالی ها به گونه جدی اقدام خواهند کرد. در همین حال اداره ارگان های محل میگوید تا ماه حمل سرپرستی در پست های غیر سیاسی نهادهای دولتی پایان خواهد یافت. عماد روسایی با جزئیات بیشتر. رئیس جمهور غنی میزبان هفت والی. والی های جوزجان، پنجشیر، زابل، پکتیا، پکتیکا، کندهار، غور و مستوفی بلخ برگ آمدند تا از وضعیت ولایت هایشان به رئیس جمهور گزارش بدهند. رئیس جمهور میگوید که تلاش دارد تا توازن میان مرکز و ولایات که حکم قانون است تطبیق شود. هدف ما ایست که قانون اساسی که توازن اصلی را بین وزارت ها و ولایت ها به عیس وثیقه ملی ما به ما هدایت داده عملی کنیم. هدف حکومت وحدت ملی ایست که توازن به صورت اساسی وجود دارد. از این جهت تا حال 24 ولایت با قراردادهای تحریری هم با وزارت‌های امنیتی و هم با وزارت‌هایی که ارائه خدمات میکنند آمده. فردا بعد از جلسه کابینه این قراردادها با 10 ولایتی که ولی صاحب اجازه حضور دارند تکمیل میشه. والی هایی که با رئیس جمهور دیدار کردند میگویند که صلاحیت های بیشتری به آنان واگذار شده تا بتوانند در برابر فساد اداری و جلوگیری از غصب زمین ها در ولایت هایشان اقدام جدی کنند. در قسمت صلاحیت های مالی، در قسمت ازی که در بخش استخدام مامورین، در قسمت توجه به مسائل امنیتی ارزیابی قماندان های امنیه و قماندان های امنیه ولسوالی ها و ولایت به نظر والی ها، همچنان ارزیابی نظامی و همچنان تابعی قوا، حتی به سطحی که تابعی قوا که در ولایتی که قوای مسلح از سکتورهای مختلف است، در این قسمت نظر والی شرط است که بزرگترین تغییری است که آمده. حمایت قوی را به دست آوردیم. یعنی میتونیم در مورد فساد اداری که مبارزه قبلا هم به صورت میگرفت این قوی تر شوه. اگر کسی در حکومت مرکزی به اصطلاح ازشون دفاع میکرد یا حمایت میکنه گروه های مختلف، همه دولت در مجموع به اصطلاح به این متحد هستن و تعهد دارن که هر نوع مبارزه که ما انجام بتیم از جمله معرفی کردن اشخاص و افرادی که در فساد دخیل هستن. تهدیدهای امنیتی ظاهرا از چالش‌های بزرگ در مقابل عملکرد این والی‌ها است، اما آنان می‌گویند که برای کاهش میزان تهدیدها اقدام‌هایی را آغاز کردند. هیچ گونه پرابلمی فقط در بین به ارتباط هم آهنگی مشکل نیست. در هر جا تهدیدها رو نما میشه، در اونجا به یک قمانده تحت فیصله کمیته نظامی ولایتی که در رأس آن والی ولایت قرار داره و پلان گرفته میشه. امنیتی گواخونه کله ناکله بکی دو درې میاشه مخکې په سمکنه او پټان کې موږ جنگ درلوده او خلکو میړانه خو دل ولسونه خپل را پاسیدلو دو اردو سره په سنگ کې جنگ وکړو خپل ولسوالۍ وساتله. نو په هغه اساس باندې دایش موجود قطیره دوم او پکتیا کې نشته. په هیڅ بشری قوانینو کې دا اجازه څوک نه لري چې بې ګناه سړی پر لارې کښته کېږي یا سر پرې کېږي یا بندي کېږي یا په مقابل کې یو څه شي غوښتل کېږي. ولې موږ بیا هم دا مشکل
بدون قید شرط د مشرانو د سپینجرو خلقو په واسطه سرار کړی. در همین حال اداره ارگانهای محل میگوید تا دو ماه آینده موضوع سرپرستی در نهادهای دولتی پایان خواهد یافت. مورد سرپرستی شهروال صاحبا و ولسوال صاحبا رؤسای دفتر معاونین ولایت تنها سرپرستیشان نه، حتی حضورشان به طور خدمتی تصامیم جدی گرفته شده. تا ماه حمل باید به وضعیت سرپرستی در تمام ولایت باید نقطه پایان گذاشته شود. در حال حاضر مشمول وزارت دفاع ملی و ریاست امنیت ملی، ولایات بلخ، نورستان و کندز از سوی سرپرست ها اداره می شوند. اما اداره ارگانهای محل این پست ها را سیاسی می دانند و تاکید دارد که این کار از صلاحیت های رئیس جمهور و رئیس اجرایی است. با این همه تقسیم بندی پست های دولتی در حکومت وحدت ملی سیاسی و قومی شده و 90% کارمندان نهادهای دولتی تخصص ندارند. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب حکومت را به عدم تخصص گرایی متهم می کند و می گوید این موضوع سبب از دست دادن فرصت ها، افزایش ناامنی و کندی فرایند پیشرفت در کشور شده است. احمد ضیا مسعود تاکید دارد که باید ساختار تازه جایگزین ساختار کهنه و فرسوده شود. زکریای حسنی. نشست علمی که به منظور بازگشت 117 تن از دانشجویان کشور از ژاپن براه انداخته شده است. دانشجویانی که برای فراگیری دانش در زمینه‌های مهندسی و علوم اجتماعی 5 سال پیش به ژاپن رفته بودند. با تعداد 436 تن غرض فراگیری علم در رشته‌های زراعت، انجینری و سوشال ساینس به آن کشور اعزام شده که 117 تن آنها بعد از بدست آوردن سندهای ماستری و دکترا دوباره به وطن برگشته. در اینجا نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب بر جایگزینی ساختار تازه به جای ساختار کهنه در نهادهای دولتی تاکید دارد و میگوید 90% از کارمندان نهادهای دولتی و وزارتخانه ها بر بنیاد روابط سیاسی و عدم تخصصگرایی گماشته شدند که این سبب کند شدن فرایند توسعه در کشور شده است. بدی بودن روند پیشرفت و ترقی ما همین است که در مؤسسات و نهادهای حکومتی ما یک تعداد زیاد کسانی که مصروف کار هستند از تخصص لازم برخوردار نیستند. در وزارتخانه‌های ما، در مؤسسات ملی ما 90% کارکنان خدمات ملکی از تخصص لازم در همو رشته برخوردار نیست. احمد ضیا مسعود همچنان تاکید دارد که در حکومت وحدت ملی به جای تخصص گرایی تقسیم بندی ها از روی وفاداری های سیاسی انجام می شود و تاکید دارد که این موضوع سبب به هدر رفتن فرصت ها و افزایش ناامنی ها در کشور شده است. تقسیم پوزیشن های مهم در حکومت وحدت ملی این را بسیار متاسفانه از سیاسی ساختند و بسیار قومی ساختند و یکی از مسائل بسیار مهم ناامنی در کشور ما هم که امروشیو پیدا کرده اینمیست که مؤسسات حکومتی ما نمیتونه خدمات درست عرضه بکنه به خاطر ای که اینمی فرصتهای طلایی که هنوز هم جامعه بین المللی میخواه کشور ما را کمک بکنه این فرصتها را ما قربانی تقسیم قدرت در بین جناحهای سیاسی کردیم. دکتر اشرف غنی، دکتر عبدالله عبدالله. رهبران حکومت وحدت ملی که در زمان پیکارهای انتخاباتیشان یکی از شعارهای کلیدی آنان تخصصگرایی و جوانگرایی بود، اینک از سوی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب متهم به عدم تخصصگرایی و رفتارهای سلیقه‌ای شدند. رفتار سلیقه‌ای که به گفته آقای مسعود نه تنها سبب شده تا کاروان ترقی کشور به کندی پیش رود، بل کشور را با تهدیدهای بلند امنیتی نیز روبرو کرده است. ایالات متحده آمریکا و چین بر تلاش‌هایشان در کار برقراری صلح و ثبات در افغانستان ادامه می‌دهند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدار با وزیر خارجه چین بر حل بحران افغانستان و گفتگوهای صلح با طالبان تاکید ورزیده است. تا کمتر از 10 روز دیگر سومین نشست چهارجانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین به هدف ترسیم نقشه راه گفتگوهای صلح در اسلام آباد برگزار می‌شود. بشیر احمد خاصانی با جزئیات بیشتر.
چین و امریکا تلاش‌هایشان را به هدف آغاز گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان افزایش دادند. وزیر خارجه چین و امریکا در دیدارشان در بیجینگ به هدف برقراری صلح و ثبات در افغانستان گفتگو کردند. جان کری وزیر خارجه امریکا گفته است چین و امریکا برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان با هم همکار بودند و به تلاش‌هایشان ادامه می‌دهند، اما آگاهان همواره بر نتایج نشست‌ها بی‌باورند. شخصا نزد مذاکرات بسیار خوشبین نیستم، نتیجه نمیده، بلکه باید است که حکومت افغانستان قاطعانه از موضع دفاعی برای و موضع محاربوی عملوی بگیره و از حقوق و منافع افغانستان دفاع کنه. درست پیش صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه کشور در دیدار با وزیر خارجه چین نیز بر آغاز بدرنگ گفتگوهای صلح با طالبان تاکید کرده بود. افغانستان، پاکستان، چین و امریکا تا هنوز دوبار نشست چهار جانبه به هدف ترسیم نقشه راه گفتگوهای صلح برگزار کردند، اما سرنوشت صلح همچنان ناروشن است. تا ده روز دیگر سومین نشست گفتگوهای چهار جانبه در اسلام آباد برگزار خواهد شد. سلور ارخیز نست که یو مهم لوری بیام اگنور سوی ده چه آغا تالیبان ده. ترسوی چه تالیبان پا دغا سیناستو که گردون و نلری دغا سیناستی و فکر نکویم چه ده سوی لپار کار ورکری. به باور آگاهان اگر تا بهار سال آینده گفتگوهای رو در روی طالبان با حکومت افغانستان آغاز نشود، سال آینده همچنان مرگبارتر از پیش خواهد بود. این در حالی است که به علت همکاری نکردن صادقانه پاکستان روند گفتگوهای صلح همواره ناکام بوده است. هیئت حقیقت‌یاب پرونده شهرک هوشمند گزارش خود را بر ریاست جمهوری فرستاده است. یک عضو این هیئت میگوید یافته‌های آنان نشان می‌دهد که در این پرونده خلافکاری‌ها و اجراءات غیرقانونی از سوی مشاوریت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور شهرسازی و مدیریت تصفیه کابل بانک صورت گرفته است. با گذشت یک ماه از فرستادن این گزارش، حکومت جزئیات آن را با مردم هنوز شریک نساخته است. سجاد محمدی با جزئیات بیشتر. سرنوشت نامعلوم پرونده‌های فساد اداری در حکومت وحدت ملی. دست کم چندین پرونده بزرگ فساد اداری و مالی در کم و بیش یک سال پسین در کشور خبرساز شدند، اما تا هنوز هیچ یک از این پرونده‌ها پایان روشن نیافتند. یکی از این پرونده‌ها شهرک هوشمند است، پرونده فساد که پای مقام‌های بلند حکومتی در آن دخیل دانسته می‌شود. هر چند رئیس جمهور غنی بدتر قرارداد 900 میلیون دلاری شهرک هوشمند با خلیل الله فروزی مجرم بحران کابل بانک را فسخ کرد و هیئت را برای بررسی این موضوع تعیین کرد. این هیئت میگوید که یک ماه پیش نتیجه یافته هایش را با ریاست جمهوری در میان گذاشته است. ما در گزارش خود تخلفاتی که در حین اجراءات مشاوریت حقوقی وزارت شهرسازی، مدیریت تصفیه کابل بانک و سایر مراجع زیربط صورت گرفته بود، در گزارش خود به صورت مشخص تحریر کرده بودیم و تخلفاتی که از مواد قوانین گوناگون کشور هم صورت گرفته بود در اونجا انعکاس داده بودیم. با گذشت یک ماه هنوز اما ریاست جمهوری یافته های این هیئت را با مردم شریک نساخته است. زمانی که رئیس جمهور افغانستان سوال برانگیز بودن این موضوع را ازش آگاهی پیدا کرد، اقدامات لازم و فوری را و برسه وقتش روی دست گرفت که کمیسیون ایجاد شد تا ببینه که واقعا چی اتفاق افتاده بود و پای کی ها دخیل بود. حکومت تا هنوز چندین کمیسیون برای بررسی پرونده های فساد اداری در اداره های حکومتی ساخته است، مانند کمیسیون بررسی فساد اداری در وزارت معارف، اما هیچگاه یافته های این کمیسیون ها با مردم شریک نشده اند. بحث مبارزه با فساد اداری خودش به لویساران‌والی برمیگرده. اونها یک بخش معین دارن. لویساران‌وال خودش ساران‌والا وظیفه دارن در راستا عمل بکنن. خود این ساختن چین کمیسیون های در نفس خود فساد اداری است. خودش قانون شکنی است. با تازگی در گزارش تازه سازمان شفافیت جهانی، افغانستان جایگاه سوم کشورهای فاسد جهان را به خود گرفته است. هرچند حکومت وحدت ملی تاکید دارد که اقدامهای زیاده در راستای مبارزه با فساد اداری انجام داده و نمونه آن هم کمیسیون تدارکات ملی است که زیر نظر رئیس جمهور و رئیس اجرایی قراردادها بررسی می شوند. اما انتقادهای زیاده نسبت به کار این کمیسیون هم وجود دارند. متاسفانه تمام ادارات مستقل وزارتخانه را فلج ساخت.
او فساد او وقت بود یک روپا و دو روپا یال است میلیون میلیون. اونجا دو نفر تصمیم قوی گرفته میتونند در تدارکات ملی است. یکی از اشرف غنی و دوم از دکتر عبدالله. چند ماه پیشتر رئیس جمهور غنی 6 تن از رئیسان وزارت شهرسازی را هم به اتهام فساد برکنار و به دادستانی کل معرفی کرد. دادستانی کل از صحبت درباره این که سرنوشت پرونده های فساد اداری به کجا رسیده است خودداری میکند. دیدبان شفافیت دیروز اعلام کرد که بسیاری از اقدام های حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری بیشتر نمایشی و به هدف جلب توجه جامعه جهانی بوده. شماری از آلمان دین میگویند که مذاکرات صلح با شراکت نمایندگان آمریکا، چین و پاکستان نتیجه نخواهد داشت و این گفتگوها باید بین الافغانی باشد. آنان از همه طرفهای درگیر میخواهند تا از جنگ و خونریزی دست بکشند و برای دستیابی به صلح در کشور تلاش کنند. همزمان برخی دیگر از آلمان دین حمله روز چهارشنبه به موتر کارکنان کابرو پرودکشن را جنایت آشکار و ضد بشری میدانند. محمد غازی رسولی با جزئیات بیشتر. دین نصیحت است. عنوان نشستی که امروز صدها عالم دین را گرد هم آورد تا در مورد اصلاح جامعه رایزنی کنند. عالمان دین خود را در برابر ناامنی ها مسئول می دانند و بر ریشه‌یابی عوامل نابسامانی ها در کشور تاکید دارند. طفلی در یک گوشه افغانستان و در گوشه جهان اگر به ناحق کشته می شود، علمای افغانستان و علمای جهان اسلام در قبال از او مسئولیتی بزرگ دارند. نقش علما، چگونگی و کیفیت نقش علما را من فقط عبور میکنم. ایمانی، اصلاحی، ارشادی، دعوتی، روشنگری. در یک ماه پسین، نشست چهار جانبه صلح برای ترسیم نقشه راه دوبار در اسلام آباد و کابل برگزار شد و قرار است دور سوم آن نیز به میزبانی پاکستان برگزار شود. در این نشست نمایندگانی از آمریکا، چین، پاکستان و افغانستان حضور دارند. اما برخی از عالمان دین به این نشست ها بباورند. برای همه جناح ها میگیم که ما یک صلحی که بین الافغانی باشه اونمو تو صلح را میخواییم. صلحی که در یک طرف امریکا شده باشه، در یک طرف چین شده باشه، در یک طرف پاکستان شده باشه، در یک طرف افغانستان، این اصلا به این نوع صلح ما راضی نیستیم. همزمان با این برخی از عالمان دین حمله روز چهارشنبه سیاه بر کارمندان کابرو پرودکشن را یک عمل ضد بشری و غیر اسلامی میدانند و میگویند راهی را که آزادی بیان در کشور پیموده است برگشت ناپذیر است. وقتی رسانه و بالاخره او کسی که مثال منصوب است در امی اداره به خاطر قوت و لایموت خود، به خاطر رزق حلال، حصول رزق حلال، یک وظیفه که او عبارت از بیان و آزادی بیان است برای مردم ام حق و عقد برسانه، من فکر میکنم که دستای مرموز است که کار میکنه. همیشه این تلاش آره کردن و رسانه و کسانی که در اهل رسانه است این اصالت خود در بکنن که یک اصالت محمدی است. ترورستان و جمع کسانی که میخوان صدای رسای مردمی افغانستان که هم توسط رسانه ها بلند کرده میشود، حقایق و موضوعات هایی که قابل گفتن و شنویندن برای مردم است گفته میشود از طریق رسانه ها، اینها با این حملات وحشیانه و حیوانگرانیشان میخوان که صدای مردم خاموش بسازند. سکوت عالمان دین در موارد مختلف در کشور هر از گاهی مورد انتقاد شدید مردم قرار گرفته است. کمتر دیده شده است که حوزه روحانیت افغانستان در برابر حراس افغانی در کشور صدای حق را بلند کردند. کودکان یک ساله و دو ساله یک نیروی امنیتی در بغلان به فروش رسیدند. عبدالخالق افسر پلیس نظم و امن آمک در جریان جنگ در قندهار جانش را از دست داد و از او چهار کودک به جا ماند. اکنون برادرش تلاش کرده تا این فرزندان یتیم را به فروش برساند. همسر عبدالخالق میگوید که دولت به این پرونده هیچ رسیدگی نکرده است. ولسوال گذرگاه نور بغلان از بازداشت افراد دخیل در این قضیه خبر می‌دهد. نرگس هورخش گزارش دارد در این مورد. فروش کودکان افسر شهید شده پلیس از جانب برادرش عبدالخالق افسر نظم و امن عام از ولایت بغلان که 4 ماه قبل در جریان جنگ در قندهار جانش را از دست داد و از او 4 کودک به جا مانده است و اکنون برادرش دست به فروش فرزندانش زده است. دخترای دو ساله، دخترای سه ساله در فروش رفتند. مادرشی که نه 6 سال در دولت کار کرد و رفت شهید شد.
در همین حال ولسوال گذرگاه نور ولایت بغلان می گوید که افراد دخیل در این قضیه را بازداشت کردند. اما یکی از متنفذین محل تعریف دیگر از این حادثه دارد. سربازان افغان هر روز در میدانهای نبرد جانهایشان را از دست می دهند و این نمونه از سرنوشت بازماندگان خانواده یک افسر است. ظاهراً حکومت هیچ برنامه حمایوی در راستای دستگیری از بازماندگان کشته شده های نیروهای امنیتی در کشور را ندارد. 8 تن از نیروهای پلیس ملی در ولایت بادغیس به طالبان پیوستند. مسئولان محلی تایید می‌کنند که این نیروها شب گذشته در منطقه کمربند اول امنیتی ولسوالی بالامرغاب با طالبان یکجا شدند. فیض محمد میرزازاده معاون والی بادغیس می‌گوید این افراد جنگ افزارهایشان را نیز به طالبان تسلیم کردند. نخستین دور رقابت‌های انتخابی وشوی زون غرب کابل امروز آغاز شد. در این مسابقات بیش از 100 ورزشکار از 20 باشگاه غرب پایتخت برای 2 روز با هم رقابت می‌کنند. آغاز رقابت‌های وشوی زون غرب کابل. این رقابت‌ها برای رشد و استعدادیابی وشوکاران راه‌اندازی شده است که ورزشکاران در 2 رده سنی جوانان و بزرگسالان برای 2 روز رقابت می‌کنند. در حدود 210 ورزشکار در این مسابقات شرکت کردند. در 6 رده، در 2 رده سنی هست که جوانان و بزرگسالان. به خاطر برگزار شده که از دل مسابقات یک تیم قرار است که برای ما بخیر سر او تیم مشخص کار بکنیم تا در رقابت های تیم ملی دستاورد خوب داشته باشیم. از سوی هم ورزشکاران از راه اندازی این رقابت ها خرسند هستند و تاکید دارند که برگزاری این رقابت ها برای رشد و تشویق ورزشکاران مؤثر است. برگزاری مسابقه سطح از شاگردا و ورزشکارا را بالا میبره و این مسابقه این تجربه هر فایتر که مثلا یا 90 سال سابقه کار است بسیار بالا میره و مسابقه بیرون مرزی یا مسابقه تیم ملی. قرار است تا 2 ماه دیگر رقابت های انتخابی تیم ملی وشوی کشور از سراسر افغانستان در پایتخت راه اندازی شود. فدراسیون ملی وشو یکی از پردستاوردترین فدراسیون های المپیک به شمار می رود. ملی پوشان این فدراسیون تا کنون توانسته 180 مدال طلا، نقره و برنز را برای افغانستان کسب کنند. با این گزارش مجموعه خبرین ساعت ما در همینجا به پایان می رسد. از همراهیتان سپاسگزاریم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.